اخیراً نمایشگاه مشترک کتاب ایران و افغانستان در دانشگاه کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه 70 ناشر ایران و 40 ناشر افغانستان 25,000 عنوان کتاب را که به 150,000 جلد کتاب میرسد به نمایش گذاشتند. در حاشیه راه اندازی این نمایشگاه نخستین دور گفتگوهای فرهنگی در میان نخبگان و استادان افغانستان و ایران نیز راه اندازی گردید. این گفتگوها و راه اندازی چنین نمایشگاه‌هایی و در کلیت این مشترکات فرهنگی، زبانی، تاریخی چقدر می تواند زمینه ساز همکاری‌های بیشتر اقتصادی و سیاسی در میان دو کشور گردد. در بحث این هفته به این موضوع می‌پردازیم. مهمانان ما هستند جناب محمد علی ربانی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، جناب دکتر محمد کاظم کهدویی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، استاد احمد ضیای رفعت، استاد دانشگاه کابل و محمد انور وفا سمندر، نویسنده و پژوهشگر. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. جناب ربانی، در آغاز میخواستم از شما بپرسم که یک چیزی در رابطه به این نمایشگاه بفرمایید، بگویید که چی اهدافی را دنبال میکنه و غیر از این در کنار راهاندازی این نمایشگاه دیگر چی فعالیت های صورت گرفت؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم از حضور در این برنامه. همونطور که مستحضر هستید، ارتباطات فرهنگی و سیاسی با افغانستان یکی از اولویت های در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایرانه. ضرورتاً به جهت اینکه افغانستان کشور همسایه است، میراث فرهنگی و تاریخی و مذهبی مشترکی داریم و امنیت افغانستان امنیت جمهوری اسلامی ایران هست. از این جهت داشتن یک روابط رو به توسعه و پایدار از ضرورت ها و اولویت هایی است که توجه جدی در جمهوری اسلامی ایران میشه. در ادامه فعالیت هایی که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین رایزنی فرهنگی داشت در گسترش تعاملات فرهنگی با مجامع علمی و فرهنگی افغانستان، بحث برپایی نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه کتاب امسال هم مطرح شد. در سال گذشته دور اولش بود که در این نمایشگاه مجموعه ای از ناشران ایرانی شرکت داشتند. به نظر می رسه فضای مناسبی رو برای معرفی تولید علمی که امروز در ایران در اتفاق می افته برای مخاطبین افغانستان فراهم آورده. مجموعه ای از ناشران آثارشون رو در حوزه های مختلف مربوط به علوم انسانی، پزشکی و بسیاری از منابعی که مورد نیاز جامعه دانشگاهی افغانستان هست رو این رو در قالب نمایشگاه عرضه کردند. به نظر میرسه اتفاق خوب فرهنگی است، چون افغانستان ضرورتا نیاز به ترجمه نداره، کلیه محصولات فرهنگی قابل استفاده است و این فرصت مناسبی است که در فرصت هایی که میشه نمایشگاه یا عرض کنم یه اتفاق فرهنگی رو فراهم کرد در قالب نمایشگاه و یا همایش این امکان فراهم بشه. همونطور که مستحضر هستید، علاوه بر نمایشگاه کتاب ما دیروز شاهد برپای یک همایشی بودیم تحت عنوان گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان که به نظر می‌رسه یک اقدام مناسب و مؤثری بود در توسعه و ایجاد ارتباط بین نخبگان و دانشگاهیان ایران و افغانستان. هدف از این همایش یا این که گفته شده که دوری نخستین گفتگوها میان نخبگان افغانستان و ایران، هدف بیشتری بوده که این پیوند ما بین نخبگان ایجاد شود یا ای که اهداف دیگه در هم داره؟ این مجموعه شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی ما رو ناچار میکنه کشورهای منطقه رو که به سمت سوی یک رویکرد و گفتمانی بریم که در آن نخبگان و اندیشمندان سهم و نقش اساسی رو در توسعه مناسبات بین کشورها ایفا بکنن. خب این بحث افرادگرایی و خشونت که متأسفانه امروز حاکم بر منطقه است، ناشی از این است که سهم نخبگان در مناسبات و دیپلماسی کم رنگه. ضرورتا ما هر چی امکان و فضای گفتگو و تعامل بین نخبگان و اندیشمندان رو فراهم بکنیم،
طبیعتاً این سودمندی‌های مؤثری خواهد داشت برای جامعه. سپاسگزارم. جناب کهدویی، چی فکر میکنین که این کتاب ها چگونه انتخاب شد؟ یعنی از نظر موضوع، یعنی این تشخیص وجود داشت که چگونه کتاب ها در چه موضوعاتی باید انتخاب شود و به افغانستان برده شود؟ چون انتظار برده میشه که بخش بیشتری این کتاب ها اینجا به فروش برسد، چنان که در سال گذشته که نمایشگاه کتاب بود، کتاب ها به گونه چشمگیری به فروش رسید. عمدتاً موضوعاتی که این کتاب ها داره چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. تشکر می کنم از تلویزیون طلوع که این برنامه رو فراهم میکنه و از جناب استاد که سالهاست با شما و اون فعالیت علمی و ادبیتون آشنا است. البته در این کتاب ها بنده نقشی نداشتم، اما با توجه به حضوری که در زمان خدمت در بین عزیزان و برادران و استادان افغانستانی داشتم، صبغه باید بیشتر صبغه ادبی باشه. اینجا اون سال هم که اولین نمایشگاه بزرگ برگزار شد، سال 1382، بیشتر ادبی بود و سایر موضوع تقریبا ماند، یعنی مرتب کم می آمد، با هواپیما باز می آوردن. و این دیوان شعر، اشعار از کلاسیک، جدید، قدیم، شاعران معاصر، نویسندگان معاصر، الان دیدم از نویسندگان قصه، داستان، اینها بسیار فراوان است و اصولا مردم رو به ادب می‌نن. اصلا ذات مردم این سرزمین ادیبانه است، ادب دوستند. وقتی با هم حرف میزنن یک نوع ادبیات لطیفی بین اون است. در گزارش ها گفته شده که تلاش بر این بوده که کتاب های آورده شده که مصرف دانشگاهی داشته باشه. این هم هست، کتاب های حقوق، کتاب های مال صحی و بهداشتی، اینها رو دیدم فراوان هست، چون تو دانشگاه هم بوده، اون قبلا نزدیک غرب کابل بود، بغل اون، این عمومی بیشتر بود، این تخصصی بیشتر است. من به عنوان هم دانشگاهی هستم، هم خدمتی که در اینجا کردم، من با روحیه این مردم خیلی آشنا هستم و اونجا الان صبغه دانشگاهی دارد بیشتر تا عمومی. بسیار خوب است. بله استاد رفعت، همیشه در مورد ایران و افغانستان از مشترکات بزرگ فرهنگی و تاریخی بحث میشه و ریشهش هم معلوم است که برخواسته از یک حوزه تمدنی است. شما به این مشترکات علمی تاریخی چگونه نگاه میکنید؟ نخست باید که مشترکات فرهنگی ایران و افغانستان تاریخی را با مشترکات فرهنگی ایران و افغانستان امروز جدا کنیم و بحث کنیم. حالا به دلیل فرصت محدود به پیشینه تاریخی نمی پردازیم که مشترکات فرهنگی ما چی بوده است. میایم به این نکته که مشترکات فرهنگی ما چی هست. نخستین پرسشی که مطرح است این است که آیا براستی آنگونه که ادعا میشه مشترکات فرهنگی ایران و افغانستان گسترده و متنوع هست یا نه؟ اگر واقع گرایانه و موردی صحبت کنید در مورد مشترکات، متاسفانه که مشترکات برخلاف ادعاهایی که شهرت یافته زیاد گسترده و تنوع نداره. شما درباره مشترکات فرهنگی ایران امروز، ایران امروز و نه ایران شاهنامه، بله ایران امروز با افغانستان بحث میکنید. به طور مثال اگر موردی صحبت کنیم، وقتی صحبت از مشترکات فرهنگی است، به طور مثال یک عرصه عمدهش هنر هست. ما در بحث هنر اختلاف های در بعضی موردها زیاد و در بعضی موردها یک مقدار مستواره. به طور مثال ادبیات امروز ایران، شعر، داستان و در مجموع فراوردهای ادبی بیشتر ادبیات سفارشی و ایدئولوژی زده هست و مذهب گرایانه، در حالی که در افغانستان ادبیات یک هنر است که آزاد مطرح است. یعنی سرشت هنر هم همین گونه باید باشد که فراتر از این ارزش ها سیر بکند. البته وقتی میگویم فراتر از این ارزش ها، معناش این نیست که آدمی
در تقابل با این ارزش‌ها واقع شه. اما هنر وقتی به تعالی دست پیدا میکنه که در خدمت ایدئولوژی و سفارش نباشه. نکته دوم در بحث هنر موسیقی هست. ما در افغانستان موسیقی مردها را داریم، موسیقی زنها را داریم و رقص داریم. اما در ایران موسیقی مردها بسیار محدود مطرح میشه. موسیقی زنان که نفی میشه. رقص هم که مطرح نیست. در حوزه چاپ و نشر که از جلوه های دیگر فرهنگ است، سانسور پیش از نشر وجود دارد. چیزی که در افغانستان وجود ندارد. علاوه بر این ما حتی در زمینه دیگر هنرها، حتی خوشنویسی، معماری، نقاشی، مینیاتوری، اینها ما بیشتر می‌بینیم. این هنرها بیشتر هنرهای متأثر از مذهب و دین و اینها است. در حوزه ادبیات هم مطرح است، هنر آینی یا عاشوره اینا. به این ترتیب می‌بینیم که اگر از این منظر وارد بشیم، به طور مثال افغانستان در بحث موسیقی با تاجیکستان و پاکستان اینها وجه مشترک فراوانتر داره. در حوزه آزادی ادبیات ما آزادی بیان، آزادی رسانه که اینا هر کدوم باز اثرگذار است بر روی تولید هنری. ما با بعضی از کشورهای همسایه مثل آزادی رسانه در پاکستان هست، آزادی بیان، اینها وجه مشترک بیشتر داریم. بحث برابری جنسیتی هست که ما یک بخشی از تولید هنری تولید زنان هست. در بحث برابری جنسیتی هم چارچوب های قانونی در افغانستان وجود داره که این برابری جنسیتی را تضمین میکنه، در حالی که همچون چارچوب ها در ایران نیست. پس میبینیم از این لحاظ ما با تنوع وقتی نگاه میکنیم به مسئله گرفتار اختلاف و تفاوت فراوان میشه. تشکر از شما، برمیگردیم. جناب وفا سمندر، گفته شد که در حاشیه این نمایشگاه یک نشستی بود یا یک گفتگوی بود ما بین نخبگان، عمدتاً استادان دانشگاه ها که هیئتی که از ایران آمده و استادانی که اینجا از دانشگاه کابل یا دانشگاه های دیگر بودند. ولی تا جایی که در گزارش ها آمده که بحث محورها روی ادبیات، عرفان و تصوف بوده، آنگونه که جناب ربانی گفتن که از دیروز این بحث ها شروع شده، شما چه فکر میکنین که در یک چنین وضعیتی آیا تصوف و عرفان میتواند پس از این همه ذهنیت های خشونت زده را تلطیف بکنه، یا میتواند جلو خشونت ها را بگیره؟ حالا همکنون چی در زبان پارسی و چی در زبان های دیگر، شاید ادبیات ما دیگه ادبیات عرفانی نیست، یعنی آمده ادبیات زمینی شده. شما فکر میکنید که بحث روی این موضوعات چقدر میتونه سودمند باشه از این نقطه نظر؟ مننه. دیگه گورنا دی عاشق سلطان پنام تاسو تا لیران خراغلو خغلو تا پدرن قیلی دلو سر واقعا هم پدی بانی دیر خواک سوم چه د ایران د فکر مخکخانو، د افغانستان د فکر مخکخانو، او د کابل پانتون یا د نور پانتونونو او استادانو په دې موضوع باندې بحثونه سره پیل کړی دي. ولی چیزی که بسیار بنیادی و اساسی است به عنوان شناخت که از زندگی مختمی است که انسان برای ما واحد از آگاهی است. متاسفانه تا 40 سال اخیر امی منطقه را تاون ایدئولوژی ها زد. قسمی که آقای فکرت رفعت اشاره کردن، این تاون ایدئولوژی ها در پالوی ازی که جامعه را از نگاه ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دگرگون ساخت، ولی نهاد آدم را ویران کرد. جناب وفا، یک وقفه میگیریم، باز دوباره شما به سخنان خود ادامه بدید. بینندگان عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به شما برمیگردیم. من مطمئن هستم
انسان بنابر سرشت خود، بنابر ذات خود، بنابر هستی اولی خود کی روح است، میره به طرف او سرنوشته که بن از سوی آن قلمزان یگانه برش سرشته شده، به او طرف میره. این میره به طرف تعالی در عرصه آگاهی. یعنی به گفته بزرگواره میگه حقیقت همیشه به شکل کامل وجود داره، ولی ما قسمت های از حقیقت تجربه میکنیم. چرا؟ به خاطر ازی که آگاهی ما اونمو ظرفیت داره. خب حالا یک بحث فلسفی میشه، شما که یک بخش حقیقت همیشه درک میکنین، به این معنا که حقیقت همیشه به انسان یک مفهوم مشخص و نسبی باقی میمونه. بله بله بله. به می خاطرم فعلا اینی گفتگوها، گفتمانها ها فرصت های بسیار خوب است. این دریچه ها و روزنه های است که نخبه های خب یک تعداد هم موافق نیستن، میگن روزگار روزگار تصوف زدگی یا پیوستن به عرفان نیست، باید وضعیت را درست شناخت و برای اون مبارزه کرد. یعنی دیگه اون دوران گذشته که مثلا یک کسی یا انسان ها را دعوت کنیم که مانند صوفیان زندگی بکنه. ما میایم طرف این مگم، ما وقتی که میگم که فرد واحد از آگاهی است، ما میبرم به او وضعیت از آگاهی که مرید و پیربازی است. او یک برگی از تاریخ فرهنگ ماست که عمرش سپری شده. امروز انسان امروز بسیار به مشکل راضی خواهد بود که به او پیربازی و به او مریدبازی تن در دهد، ولی انسان بنابر ظرفیت ها و ذات و سرشتش علاقه داره که معمای هستی برش حل شود. ای باید به شکل فردی از طریق تجارب شخصی فردی خود باید گشاینده راز همه هستی باشه. تشکر. تشکر با شما دوباره برمیگردیم به این بحث کمی دوری بعدی. جناب ربانی، میخواستم بگویم که در سخنان استاد رفعت هم آمد که یک مسئله هم در ادبیات و هنر ایران وجود داره که اون ایدئولوژی زدگی است. حالا ما خود افغانستان هم یک دوره ادبیات ایدئولوژی که پشت سر گذاشت، و حالا که ما مثلا با یک بخشی از هنر و ادبیات دهه 60 که برمیگردیم، میبینیم که حالا خواننده هم نداره، مثلا مصرف نداره. شما فکر میکنین که ایران بیشتر در تلاش تعمیم یک ادبیات ایدئولوژیک در منطقه است؟ من این توضیح رو عرض بکنم چون آقای دکتر فرمودم، آقای دکتر رفعت، که اون بحث نخست ایشون، من معتقدم که این جغرافیای سیاسی که در قرون متأخر شکل گرفت در بستر یک میراث مشترک شکل گرفته. یعنی اون چیزی که مولانا از کنم بوعلی سینا همون گونه که متعلق به ملت افغانستان، متعلق به ملت ایران، جناب ربانی، وقتی نیست. که مسئله ادبیات کلاسیک که مطرح میشه همگان در او شریک است، ولی امروز کشورها بر اساس ادبیات و هنر و فرهنگ معاصر دور معاصر، خب طبیعتا ببینید یه تفاوت‌های پذیرفتنی در هر جامعه وجود داره بر اساس اقتضائات اجتماعی سیاسی خاص خودش. ما نباید توقع داشته باشیم هر چی که در افغانستان اتفاق میفته همون شرایط در ایران هم قابل تکرار باشه. البته این به مفهوم این نیست که در بحثای که اونچه که امروز ما شاهدیم در ایران امروز در حوزه هنر همش ایدئولوژیکی و سیاسی است. نشانه واضحش اینه که کتابهایی تولید میشه که مخالف جریان فکری حاکمه. یعنی در عرصه‌های هنر، در رمان و تولید حتی ادبیات، کتابها و شعرهایی داریم که نگرش‌های انتقادی به دولت دارن، ولی این کتابا داره چاپ میشه تو ایران. این هرچند شاید به جهت اقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی که پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده در ایران، این جریان گرایش به ایدئولوژی و مذهب شاید غالب باشه، ولی این به مفهومی که امروز در جامعه ایرانی کتابی در عرصه‌های هنر و ادبیات ما شاهدش باشیم که فارغ از ایدئولوژی باشه، این گونه نیست، وجود داره. بسیاری از نویسندگان ما، یعنی میشود گفت که در ایران کنونی، یعنی در ایران، بله، یک ادبیات و هنری دولتی وجود داره، ولی در کنارش ادبیات و دولتی، بله، ادبیات و هنری غیر دولتی وجود داره که میشه حتی از او به نام ادبیات، بله، مقاومت یاد کرد یا پایداری. سینماهای در اصل سینما فیلمهای تولید میشه که دولت قبول نداره کلیتش رو، ولی به جهت اقتضای مخاطبین داره تولید میشه، و حتی کتاب‌ها، آثار هنری و ادبی
اگر شما تشبیه در کتاب فروشی ایران میدید کتاب هایی رو شاهدید که منتقد دولتن و مخالف روی کردهایی که حاکم در اصفهان است. تشکر جناب. خیلی سپاسگزار هستم. جناب کهدویی، یک پرسش زمینی هست دیگه ایران باید مطرح کنیم با شما که شما در کابل هم رایزنی فرهنگی ایران در کابل بودین. در ایران یک افغانستان کوچک هست، یعنی میشه گفت که در ایران شاید حالا از 2 میلیون یا مثلا حالا من دقیق شمارش نمیفهم، شاید 3 میلیون 2 میلیون شهروند افغانستان زندگی میکنن، حالا همونجا بودن و سالهاست که زندگی میکنن. گاه گاهی گزارش های وجود داره یا بحث های وجود داره که دولت ایران با اینها برخورد مساویانه با جوانان ایران نمیکنه، یعنی او امکاناتی را که برای آموزش برای جوانان ایران هست به اینا فراهم نمیشه و حتی مانی میشن در برای تحصیلات عالیشان. چنانچه در دانشگاه کابل هم یکی از دخترها اعتراض داشت که من در ایران حق آموزش نداشتم. یک اعتراض بود در حقیقت در رابطه با این راه اندازی. چی شما لطفا در این باره توضیح بدین که چگونه است همکنون سیاست ایران چگونه است در این ارتباط؟ بله، میگوید که من تو شدم تو من شدی. امیر خسرو میفرماید من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. در برهه‌ای از زمان گوی چنین بوده و امروز میدونید بعد از فرمان مقام معظم رهبری که باید تمام عزیزان افغانی برن کلاس و الان مدارس کسی حق ندارد مانع بشه، در تمام مدارس اونا رو ثبت نام میکنن. ممکن است که بعضی جاها ولی ثبت نام میکنن، دانش آموزا هستن. من خدمت شما عرض کنم الان بیش از 3000 ارشد نفر در دوره های بالا دارن تحصیل میکنن. در دانشگاه خود ما که در مرکز ایران هستیم، دانشگاه یزد، الان 109 نفر از عزیزان افغانستان در دوره‌های ماستری و دکتری که از اینجا بورسیه شدن. نه، از اینجا بورسیه کرده. ما شرط هم هست که حتما اینجا باشن، تو افغانستان ایران نباشن، اینایی که بورسیه شدن. ولی منظور الان من سر بله، جوانان پناهنده افغانستان بله، در ایران بود که چه زمینه‌های آموزش‌ها عالی الان مشکل نداره. امتحان کنکور میدن، هر کس قبول شد مثل دیگران میره سر کلاس بدون مانع. بچه‌ها منظور نه بچه‌های اینجا، کلا فرزندان افغانستان چه در جاهایی که هستن. یا الان داریم مدرسه مثلا 40 نفر محصلان، یعنی دانش آموزان افغانستان هستن. امروزه به حمد خدا و لطف بزرگان که مخصوصا مقام معظم رهبری این مطلب برکنار شده، در دوش ها دوش ایرانیان دارن درس میخونن و من همیشه به عنوان یه فرد که عضو انجمن دوستی ایران افغانستان هم هستم و هم آرزو میکنم هم سفارش میکنم که اینها برادران منن، تفاوت نباید باشد و تا میتونیم خدمت میکنیم ان شاء الله. اگر قصوری بوده، اونچنان که دیروز همون دختر میگفت، من گفتم که اگر قصوری بوده من که عضو میخوام و من دعوت میکنم شما رو بیاین دانشگاه ما و من اینجا بگیرید و مستر اونجا بخونید و امید که اگر چنین قصورهایی بوده برطرف بشه، انشاءالله تمام میشه، انشاءالله. سپاسگزار هستم. جناب استاد رفعت، با این تفاوت هایی که شما برشماردین شاید ماهیت مسئله را تغییر نمیده، یعنی که در ماهیت مسئله تفاوتی بسیار بزرگی ما بین این مشترکات فرهنگی باشه، حتی وحدت فرهنگی را میشه گاهی بس کرد. خب با این چیزهایی که شما فرمودین، پس چگونه می شود که ما این رابطه را به یک رابطه دو جانبه متقابل تاثیرگذار تبدیل بکنیم؟ درست است که در ماهیت تغییری نمیارد این تفاوت ها، اما در مورد تعامل و تبادل فرهنگی مسئله خیلی بس برانگیز میشه. به این معنا که آیا جامعه ادبی و هنری افغانستان آماده هست که تعامل کنه با فراورده های ادبی و هنری که مسئول ایدئولوژی زدگی باشه یا نه؟ من نمیخوام پاسخ بدم، فقط پرسش میتونم مطرح بکنم. آیا آنگونه که فرمودن الزامی هست که ایران یک وقفه داریم استاد، بحثی دارم میتیم بینندگانی عزیز. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
اتفاقایی که در افغانستان میفته، یعنی تولیدهای ادبی در مجموع تولیدهای هنری، تولیدهای علمی، اینها در یک بستر آزاد صورت میگیره. خب ما هم انتظار نداریم که ایران در ایران هم وضع به همین گونه باشه. حالا مسئله داخلی ایران است، اما این پرسش مطرح میکنیم که آیا ایران باز آماده هست که الگو برداری کنه از این شبه؟ میبینیم که در حال حاضر تصور نمیشه که هیچ یک از این دو کشور این آمادگی را داشته باشند که دست به الگو برداری از وضعیت همدیگر بزنن. بنابراین ما بحث تعامل و تبادل فرهنگی را با توجه به این اختلاف ها بسیار پیچیده میبینم. اینجاست که میگوییم که علی رغم ادعاهایی که از هر دو طرف مطرح میشه، به صورت کلی ما میگیم مشترکات فرهنگی، ولی اگر فرهنگ باز بیاییم طبقه بندی کنیم، دسته بندی کنیم، موردی کنیم در این عرصه ها، میبینی که مسئله به همین سادگی نیست. تنها جایی که حالا خب فقط میخوام که یکم نقطه اشاره بکنیم که چگونه میشه، یعنی که حالا افغانستان چی به حوزه پشتو در پشاور و چی به حوزه فارسی در ایران و تاجیکستان و کشورهای دیگه کمتر صادرات فرهنگی داره، کتاب کمتر میفرسته، و از طرف دیگه شکایت ها همین گونه است که کشورهای همسایه با ادبیات ما چرا آشنا نیستند. به نظرتون چی شود؟ حالا ایران می نمایشگاه اینجا راه اندازی میکنه، چرا ناشرهای افغانستان خود پیشگام نمیشن وزارت اطلاعات و فرهنگ که یک چنین مسائل را در ایران، تاجیکستان و کشورهای دیگه در پشاور راه اندازی کنن؟ خب بشه ناشرها یا هم به سیاست های دولت برمیگرده، یا یکی که خود ما زیاد مبتکر این رویدادها نیستیم. اینجا دیگه وظیفه سیاستمداران هست که نقش تسهیل کننده، نقش ترغیب کننده، نقش تشویق کننده را داشته باشند. اما وقتی پای سیاست در میان میآید، باز با یک مشکل برمیخوریم. خب تفاوت‌های سیاسی وجود داره. فکر میکنین که تا زمانی که دولت‌ها پالیسی‌های سیاسی خود در این زمینه روشن نسازن، با این فعالیت هایی که در پایین صورت میگیره زیاد این تعاملات فرهنگی صورت نمیگیره؟ نه، بله همطور که فرمودین همین گونه است. حالا شاید یک روزنه باقی باشه که با آن پرداخته بشه که دولت ها اگر بیاین بحث رابطه فرهنگی را جدای از مناسبات سیاسی و ایدولوژیک تعریف بکنن، در آن صورت این امکان هست که رابطه های ما به هر حال گسترده بشه، یعنی ما به مشترکات فرهنگی قویتر، گسترده‌تر و متنوع‌تر دست پیدا بکنیم. تشکر، سپاسگزارم. جناب وفا سمندر، شما چی فکر میکنید چی کارهایی باید صورت بگیره؟ مثلا من در ایران و حتی در پشتونستان، در پشاور، شناخت روشن و درستی از ادبیات معاصر افغانستان نیست. حالا مثلا وقتی ما بحث رحمان بابا را میکنیم، این به یک حوزه مربوط میشه، بحث مولانا به یک حوزه مربوط میشه، ولی افغانستان در جهان با ادبیات معاصر خود در زبانهای مختلفی که دارد شناخته میشود. شما چی فکر میکنین که چگونه شود؟ مثلا یک بحث هم شاید در ایران بدون تردید ادبیات پشتو یک ادبیات ناشناخته است و حتی در پشاور هم همین گونه است. شما فکر میکنین چه راههای دیگه وجود دارد که همین جاده به یک جاده دو طرفه تاثیرگذار تبدیل شود؟ پرابلم چند جهته است. یک پرابلمی است که متاسفانه بیشتر کشورهای همسایه ما، البته نه نخبه هایی که اینجا ما میبینیم، برخی علاقات سیاسیشان افغانستان با عنوان یک بازار خود میشناسند، بازار مصرف خود باید صادر بکنن. یک دوم این که یک مسئله است که وقتی که ما تولید بلندی نداشته باشیم، یک تولید بزرگ نداشته باشیم، بله، خواهی نخواهی فیلم از دیگه جا میاد، بله، و کتاب از دیگه جا میاد، بله، و همین گونه است. ما قبلا اشاره کردم به طاعون انقلاب. بیشترین صدمه را که از طاعون انقلاب دید افغانستان بود. افغانستان
دو موج کاملا متناقض از انقلاب و ایدئولوژی انقلابی را تجربه کرد که دوباره افغانستان از بیخ کند و هنوز هم افغانستان ساختارها و زیربناها به شکلی که باید دوباره جان بگیره و زندگی به شکل نرمال تداوم پیدا بکنه به وجود نامده. از سوی دیگه بازار آزاد به شکل بسیار لجنگسخته به جامعه داخل شد. متاسفانه تا 4-5 دهه اخیر یک فرهنگ، یک وضعیت در امینجا بالای دولت مردا حاکم است که اینا فکر میکنن که باید عاجل کافی بکنن، کافی فست بکنن در افغانستان. یعنی انوز هم کسایی که در افغانستان به عنوان جامعه شناس، انسان شناس، روان شناس و درد شناس مطرح هستند، هنوز هم اونا نمیفهمند که جامعه باید ریشه هایش از کجا تداوی شود، هیچ از چه قسمی میشه که به عنوان یک ارگانیزم زنده دوباره شکل بگیره و فرهنگ ازی هم دوباره به عنوان یک ارگانیزم زنده خونده ای جاری شود. ایناله کسایی که دست به آفرینش میزنه، شما خودتان سطحایشان رو بنام میشنست. فقط یک سوال آخری از شما دارم که در افغانستان گاهگاهی این بحث وجود دارد که از تهاجم فرهنگی بحث میشه، ولی یک تعریفی کامل هم یا تعریفی یگانه هم از تهاجم فرهنگی در میان ما وجود نداره، ولی گفته میشه که ایران در تلاش این است که فرهنگ خود را در افغانستان بیشتر پیاده بکنه، گویا دست به تهاجم فرهنگی بزنه. وقتی که شما کتاب نیاز دارین از ایران میخرین، بله. آیا این تهاجم فرهنگی از نظر شما چگونه میشه؟ این همین لحظه خانه ما 90% کتاب ما کتاب چاپ ایران است. دل همیش نمینده و بینده های کلمه را میبینه هر نام که سر من میمانه. من نیاز دارم. ایران ترجمه، بیشترش هم ترجمه است. آل ما به این شکل کلاسیکه که دروازه را بند بکنیم و بگوییم که کتاب ها وارد نشوه، این بسیار اونمو ما را پس به اسطوره یونان میبره. تشکر. تهاجم فرهنگی به این مفهوم است که ما باید نیرو بگیریم خود ما. کسایی که تولید میکنن اینا را باید فرصت پیدا برشان فرصت به وجود بیاریم که کارشان شگوفا شوه و از مرزها بیرو بره. تشکر. سپاسگزارم از شما. جناب ربانی، حالا من نمیدانم که در ایران به زبانهای غیر فارسی چقدر ادبیات آفریده میشه، ولی در افغانستان یک بخش بزرگ ادبیات ما او ادبیات پشتو است. یعنی وقتی که ما میگیم ادبیات افغانستان، در حقیقت باید مشخص بکنیم که ادبیات پشتو در افغانستان و ادبیات فارسی دری در افغانستان. تصوری من شخصا، شاید من اشتباه میکنم، ایست که در ایران هنوز یک تصور روشن، یک تصویر روشن از ادبیات درون مرزی افغانستان وجود ندارد، در عرصه زبان فارسی دری هم و در حالا با ادبیات بیرون مرزی آشنایی هست، در مورد پشتو که هیچ وجود میتونم بگم که هیچ وجود نداره. فکر نمیکنین یا فکر میکنین که ممکن هست که نیادهای ترجمه ایجاد شوه اینجا که مثلا ادبیات پشتو به فارسی دری ترجمه شوه؟ اول این هم برای خود در تبادلات درون مرزی مفید است و هم برای حوزه مهم است که در قطع ادبیات افغانستان در یک زبان دیگه به حوزه معرفی میشه. فکر میکنین چنین چیزهایی ممکن هست؟ قطعا هرچند طی سالهای اخیر آثار زیادی از شعرا و ادبای افغانستانی چاپ شد یا بعضا ترجمه شد در ایران و آشنان ایرانی ها، ولی باید اعتراف کنیم که کمکاری شده، علارغم که ظرفیت خوبی که از جهت فرهنگی در افغانستان وجود داره، تولیداتی که در عرصه ادبی شده میتونست اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم. بخشی از این کمکاری هم مربوط به ایرانی ها نیست، دوستان افغانستانی ما بود اتفاقات خوب رو براشون میفتن. یعنی ما همون گونه که امروز شما شاهد برپای نمایشگاه کتاب هستید مال ایران، طبیعتاً اتفاق میتونست توسط دوستان ما در سفارت افغانستان در تهران بیفته. ما اونجا رایزنه فرهنگی دارن، به هر حال این فضا رو فراهم کردن برای همسایه خوب ما افغانستان که این مناسبت های فرهنگی رو فعال بکنه تا جامعه ایرانی با فرهنگ و ادب افغانستان بیش از گذشته آشنا بشه.
مهربانی جناب. خواهش کنم. به نظر میرسه بهترین راهکار ایجاد بسترها در حوزه نهادهای علمی و دانشگاهی است. یعنی باید به هر حال از طریق ایجاد یک ظرفیت‌هایی در قالب تفاهم‌نامه‌ها و ایجاد نهادهای مربوط به همکاری‌های دانشگاهی باید این فضا رو فراهم کرد که دانشگاهی‌ها متولی توسعه ارتباطات فرهنگی بین و علمی بین ایران و افغانستان باشند. اون چیزی که دیروز هم داریم و امروز ما شاهدش هستیم شروع همین اتفاق مهم و ضروریه که ما داریم پیشنهاد می‌کنیم که یک مجمعی تحت عنوان مجمع علمی همکاری‌های فرهنگی ایران و افغانستان شکل بگیره که این امکان ارتباط مستمر رو بین نخبگان فرهنگی و علمی ایران و افغانستان فراهم بکنه. و احتمال ما پیشنهاد رو در بیانیه این همایش هم خواهیم داد که اگر موافق باشن دوستان در افغانستان که این مجمع شکل بگیره که ما به صورت دوره‌ای هر سال شاهد چند نشست مستمر بین ایران و افغانستان باشیم. سپاسگزارم. برمی‌گردم. جناب کاردوی، چقدر مهم مسئله سوال هم به شاعران نویسندگان افغانستان برمیگرده و هم به شما برمیگرده و به فرهنگیان و دانشگاهیان ایران و افغانستان که یک مقدار بالای دولت ها فشار بیارن که اگر مشترکات فرهنگی است باید این مشترکات ملموس شو و واقعی شو و روابط درست شو. این که تمام روز گفته شو که مشترکات فرهنگی وجود داریم دارد و کدام نتیجه بسیار چی مهم نداشته باشد، ولی شما ببینید با این مشترکات که ما شما داریم هنوز روابط دو کشور آنگونه که باید دوستانه باشن نیست، همیشه شک و تردید وجود داره. شما فکر میکنید چه کاری باید شود؟ شود خدمتتان که من تقریبا شاید نامانوس هم با این کلمه ها، به دلیلی که ما از اون سالی که اینجا بودیم همواره صحبتمون اینه که چرا مردم ما با ادبیات افغانستان کمتر آشنا هستن، نه اینکه نباشن. من الان با تمام عرفتم مردم ایران، بله مردم ایران با ادبیات افغانستان، شعر معاصر، ادب معاصر کمتر آشنا هستن. کی این وظیفه داره؟ به فرمایش حضرت عالی 2-3 میلیون جمعیت اینجا در اونجاست. خب بکوشید. کی گفته که شما نمایشگاه‌هایی از محصولات افغانستان در ایران دایر نکنید؟ کی گفته که شما یک نمایشگاه کتاب در ایران دایر نکنید؟ من به عنوان عضوی از دانشگاه یزد همین دیروز دیشب با مدیر دپارتمان فارسی یا دری صحبت می‌کردیم و این بود که ما آماده ایم نشست‌های مشترک، شب‌های شعر مشترک، نمایشگاه‌های مشترک در یزد داشته باشیم. این است که شما حرکت کنید. دوستان نویسنده افغانستان، دوستان شاعر، بگید ما هم میخواییم بریم در ایران یک جشن بگذاریم، جشنواره کمایی که برای ولی هدف ما بیشتری بود که استاد رفعت هم فرمایشاتی داشتن که تا زمانی که دولت ها یک پالیسی روشنی در زمینه نداشته باشن برای این تعاملات فرهنگی شاید این تلاش ها نتیجه بسیار زیاد بزرگ نداشته باشه. یک گروهی از نویسندگان میرون، با شماری از نویسندگان ایران آشنا میشن، ما بین هم رابطه هایی دارن، بس. خب این تنها راهش اینه که یک حرکت بیشتر از شما ها بشه. بسیار خوب. فقط یک سوال آخری از شما دارم. بله، نه من از زمینه که من به عنوان عضوی از جامعه ایران و اینکه واقعا یک نظرهایی رو در اینجا می آوردیم، با کمال میل دولت ما هم هیچ اعلام نکرده که مشکلات باشه. دولت ما همواره دوست داره تعاملات فرهنگی و ادبی بین دو کشور باشه. حالا اگه اینجا قصور میشه اونجا رو باید جلوش گرفت. ما در خدمت شما هستیم. با شما برمیگردم. استاد رفعت، اینجا بیشتر سوال کردم از جناب وفا سمندر که بالاخره این بحث تهاجمی فرهنگی ایران هر از گاهی مطرح میشه، سیاسونی ما مطرح میکنن، رهبرای احزاب مطرح میکنن، یک تعداد روشن فکران نویسندگان مطرح میکنن. خب در صورتی که یک بخش جامعه فکر میکنن که هر کار ایران در افغانستان یک تهاجمی فرهنگی است، پس چگونه میشه که انتظار داشت که تعاملات فرهنگی، همکاری های فرهنگی، داد و بیستاد فرهنگی و این چیزا به وجود بیاد؟ وقتی صحبت از تهاجم فرهنگی است غلط اندازم ایجاد شده. یعنی از تهاجم فرهنگی گروه های و جریان های تفسیر خود دارن. بعضی فکر میکنن امین که فرهنگستان ایران واژه گزینی میکنه و ما در برابر بعضی از واژه های بیگانه استفاده میکنیم که کار بسیار خوبی هم هست، کار سازنده است، از لحاظ علمی هیچ مانع زبان شناسی هم نداره.
خب ایره میگوین که ترجمه فرهنگی، که این از لحاظ علمی درست نیست، این ترجمه فرهنگی نیست، تازه این کار ایران هم نمیکنه. شاید از این نگاه گفته میشه که بر اساس نیاز استفاده، برخلاف اندیشه شما. اینجا کسانی میگن که زبان دری زبان جداگانه است، فارسی دیگر زبان است، و وقتی که واژگان فارسی را ما وارد دری میسازیم، در حقیقت ما زبان دری را ضعیف میسازیم. این خب یک دیدگاه غیر زبان شناسانه است. یعنی ایران هم نیامده که این واژه ها را بر ما تعمیل کنه. ما جامعه فارسی زبان، به خصوص جامعه علمی ادبی، ما احساس نیاز میکنیم برای استفاده از واژه هایی که در ایران وضع میشه. بنابراین این کاری است که ما میکنیم، نه اینکه ایران میکنه با ما. تشکر استاد. آنها واژه ها را برای خود وضع میکنن، برای حل مشکل خود در ایران، اما ما استفاده میکنیم به طریق به سبب اشتراک زبانی. یک چیز هم عرض کنم که مشترکات زبانی با مشترکات فرهنگی یک مقدار جایش خلط شده. ما مشترکات زبانی با ایران داریم، مشترکات فرهنگی کم داریم. به طور مثال چرا در تلویزیون ها وقتی نگاه میکنیم، ما این همه فیلم و سریال هندی، ترکی و غربی مصرف میکنیم، اما چرا علی رغم اشتراک زبانی ما فیلم و سریال ایرانی چندان مصرف نمیکنیم؟ یعنی که تفاوت داره، یعنی که ما یعنی بازارش نیست اینجا. ببینید این گونه اگر مثلا نگاه کنین، متاسفانه جواب مایوس کننده است. یعنی ما مشترکات زبانی داریم در هر عرصه، نه اینکه خب فرهنگ مفهومی گسترده است. ما با شعر غرب خیلی آشناتر، مثلا شعر پست مدرنیسم غرب ترجمه میشه، در افغانستان استقبال میشه. یادم میاد که یکی از شاعران عزیز ایرانی آمده بود در هرات، یکی از دخترها شعر خوانده بود. خب شعرش شعر پست مدرنیسم بوده و احساس زنانه را در شعرش بازتاب داده بود. این بسیار براشفته شده بود که خب آیا وقتی در افغانستان چنین شعر خوانده بشه و شاعر عزیز ایرانی تحمل شنیدنش نداشته باشه، چی فکر می‌کنی؟ آیا این شاعر افغانستانی در ایران میتونه همچون شعری بخونه در یک فرض کنید در یک جای رسمی؟ ببین از این لحاظ است که ما میگیم مسئله به همین سادگی نیست. اگر ما عمیق شویم از ریشه ما مشکلی به طور مثلا ما با شعر هندی خیلی معنوس‌تر هستیم تا با شعری که در ایران تولید میشه که الزامیت داره حتی بحث مسئله ایدولوژی در خیلی عرصه ها. اینا بینندگان عزیز با ما باشید پس از یک وقفه کوتاه. همکاری فرهنگی ایران در افغانستان بیشتر همکاری مذهب محورانه بوده تا مردم محورانه در افغانستان. این هم مشکل به ایجاد میتونه بکنه و کرده برای کمک کننده، هم برای دریافت کننده، یعنی کمک شمنده. اما کارهایی که یک مقدار مذهب محورانه همکاری هایی که صورت میگیره، این حساسیت های ملی را در افغانستان ایجاد میکنه. حساسیت های ملی در واقع آسیب میده هم بر کشوری که کمک میکنه هم بر کشوری سپاس گزار هستم گروه هایی که کمک دریافت. جناب وفا، سخنان آخرین شما رو میخوام بشنویم که اون موانعی که سر راه وجود داره چگونه میشه سر راه برداشت و بیشتر دو کشوری همسایه بتانن با هم در یک فضای سالم فرهنگی زندگی کنن. همین جغرافیا را در دو نوع دیوار محصور میدونم، یکی دیوارهای فیزیکی است و یکی دیوارهای انسانی کلام. دیوارهای فیزیکی فکر میکنم که ما روز به روز به بلوغ میرسیم که دیوارهای فیزیکی شاید نتونن ما را از هم دور بکنن. ما باید به بلوغ فکری برسیم و ادبیات پیش قراول نمی عرصه است. من اطمینان میتونم که برای از دوستان مشوره، یعنی به عنوان یک پیشنهاد یک نظر، که اگر ادبیات ایران بتونه از هر گونه سانسور برایت اصل بکنه، ادبیات ایران همسو موج خواهد زد، منطقه را سرازیر سیراب خواهد کرد. ولی اگر ادبیات ایران زیر سایه ایدولوژی اسیر بمانه، نه تنها که با تماما غنای قدیمی که خود داره جان نمیگیره، بلکه منطقه هم در این تراشوب ها میمانه که
هر نسل و هر کشور دعوی ازی را خواهد کرد که ایران در حالت تعرض فرهنگی برماند. یک دقیقه وقت داریم گپای شما را میشنیم. من معتقدم اونچه که ضرورت داره امروز در ارتباطات فرهنگی بین ایران و افغانستان شناخت بیشتر و درک مستقیمه. یعنی به نظر میرسه اونچه که امروز بعضن اتفاق نامیمونی است، کج فهمی موجود در جامعه ایرانی نسبت به افغانستان و متقابلا کج فهمی هایی است که امروز در افغانستان بعضن وجود داره نسبت به واقعیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایران. به نظر میرسه اگر تلاش بکنیم برای اینکه از مجرای توسعه ارتباطات دانشگاهی و علمی این کج فهمی ها رو رفع بکنیم، طبیعتا اتفاق خوبی خواهد افتاد. سپاسگزار هستم. جناب کاردویی، سخنان آخری شما را بشنویم که چگونه باید کار کرد. هر شبت که بعضی سخنان دوستان رو میپذیرم و بعضیش هم شاید با شک هست، ولی من این فکر میکنم که پندار نباید باشه. اینکه فکر کنیم این طوری هست، پندار داشته باشیم که شاید ایران چنین منظوری داره. من به سهم خودم به عنوان یک فرد فرهنگی میگم ما پندار و ایدئولوژیک خاصی واقعا نمیخوایم اینجا، فقط میخوایم این دوستی ها تقویت پیدا کنه، این روابط فرهنگی، این هم با دانش، با کتاب. و وقتی که محصلان شما زیاد بشن، جمعیت کثیر این ملت دیگه بی سواد نباشه، همه به در دانش مورد این ادبیات معاصر ایران، یعنی ادبیات پس از انقلاب، یعنی هنوز جا نیفتاده اینطور. هنوز شاعران دهه 50 ایران بسیار در افغانستان خواننده داره. بله، حالا نمیدونم اینم آیا این که میفرمایند مسئله ایدئولوژیک در شعرشونه، ولی تمام شاعران ما ایدئولوژیک شعر نمیگن، شعر آزاد، غزلهای آزاد. اصلا شعرهای مخالف در حضور رهبر ایران میبینید که شعرهای مخالف میخونند. این هست، ولی انشاءالله این رفع خواهد شد. مطمئن باشید با حرکتهایی که در جد این از میان بردنی که میگی تهاجم فرهنگی که نیست، واقعا در جهت همکاری های علمی و ادبی که امروزه ما رو به سوی اون داریم پیش میریم، من یقین دارم که به زودی تمام این مسائل برقرار از میان خواهد رفت. تشکر شما. من بسیار خوشبین هستم. تشکر از شما. بینندگان عزیز، بحث این هفته ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزار هستیم از مهمانان عزیز و ارجمند که در بحث اشتراک داشتند و همچنان سپاسگزار هستیم از شما که با ما بودید. تا هفته آینده و بحث بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.